خصوصی نبوده، کارشناسای حوزه دیگه ای بودن اومدن روی این پرونده کار کردن و در حال این اعترافات در اون سامان گرفته صورت گرفته و فکر میکنم همون موقع هم به نحوی دلجویی یا عذرخواهی از این افراد شده. دولت ایران قبول کرد که متهمان ترورهای هسته‌ای بی‌گناه بودند، ولی گناه پرونده‌سازی‌ها و اعترافات تلویزیونی را به گردن دولت قبلی انداخت. از دو تحلیلگر که با روش‌های بازجویی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه آشنایی دارند، می‌پرسیم چرا افراد بی‌گناه آنقدر شکنجه شدند که به ترور و جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کردند؟ دولت ایران به بیگناهی شماری از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای اذعان کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران دو هفته بعد از پخش گزارش بی بی سی تایید کرد که متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بیگناه بودند و از آنها عذرخواهی و دلجویی شده. علی ربیعی اما گفته که دولت قبلی باید پاسخگو باشد. این در حالی است که بسیاری از این متهمان حدوداً تا یک سال بعد از به روی کار آمدن حسن روحانی در زندان ماندند. با آنها گفته شده بود که برای حفظ آبروی نظام نمیتوانند آزاد شوند. اما پذیرش بیگناهی این افراد سوال‌های بیشتری درباره این پرونده ایجاد کرده. چرا افراد بیگناه شکنجه و وادار به اعتراف به ترور و جاسوسی برای اسرائیل شدند؟ آیا عاملان و آمران شکنجه و اعترافات ساختگی مجازات شدند؟ و اینکه چه کسانی پشت ترور دانشمندان هسته‌ای بودند؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از شیار گل. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. روایت مازیار ابراهیمی داستان اعترافات اجباری است. داستان سناریوهایی که در دستگاه‌های اطلاعات ایران نوشته می‌شوند و متهمانی که روبروی دوربین‌های تلویزیونی اعتراف می‌کنند. اعتراف به جرم‌هایی که نتیجه‌اش می‌تواند تناب اعدام باشد. و جور این کابلو می‌زد که فکر کنم با زیر 10 تا اول استخون پام شکست. و شما حساب کن تا 7 ماه که من کاپ خوردم، بالای 600-700 تا کاپ خوردم. رو سخون شکسته کاب خوردم. متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بود، اما حالا خود مقام‌های امنیتی ایران را متهم می‌کند. بیش از دو هفته از پخش گزارش بی بی سی از اعترافات اجباری و ساختگی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای می‌گذرد. علی‌رغم سؤال برخی از نمایندگان مجلس ایران و قول محمود علوی وزیر اطلاعات ایران برای پاسخگویی، هنوز جوابی روشن به سوالات داده نشده. ببینید این اتفاق در دولت ما رخ نداده. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت ایران تلاش کرد اعترافات اجباری متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای را کوچک جلوه دهد و مسئولیت آن را به گردن دولت پیشین بیندازد. متاسفانه یه تعداد از موارد کار کارشناسی روش صورت نگرفته، کارشناس ضد جاسوسی نبوده، کارشناس‌های حوزه دیگه‌ای بودن اومدن روی پرونده کار کردن و در حال این اعترافات در اون سامان گرفته صورت گرفته و فکر میکنم همون موقع هم به نحوی دلجویی یا عذرخواهی از این افراد شده. ولی تحقیقات به عمل آمده از اعضای دستگیر شده این تیم سازمان یافته تروریستی. مازیار ابراهیمی و سایر متهمان در سال 1391 در دولت محمود احمدی نژاد دستگیر، شکنجه و اعترافات اجباری آنها از تلویزیون ملی ایران پخش شد. پس از 7 ماه بیگناهی آنان برای مقامات محرز شده بود. در سال 1392 حسن روحانی رئیس جمهور ایران شد. این زندانیان تا سال 1393 در زندان ماندند. شما منو گرفتید آوردید اینجا، این همه بلا سرم آوردید، تازه یه جوری هم دارید به میخندید. گفتم شما کی هستی؟ گفت من معینم معاون وزیر اطلاعات. یا آقای ریشوی بود، ریشای جوگندمی، عینک خیلی ضخیمی داشت، کوچلواری با یه گروه کوچلواری دیگه، قیافه خیلی دولتی. همین آقا هم گفتش که نمیتونیم آزاد کنیم به خاطر حفظ آبروی نظام. موقعی که ما رو گرفتن اواخر دولت آقای احمدی نژاد بود. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. روایت مازیار ابراهیمی از اعترافات اجباری به داستانی رسوا کننده برای دستگاه اطلاعاتی ایران مبدل شده. مازیار میگوید هنگامی که در زندان بوده عوامل اطلاعاتی و قضایی با خانواده‌اش تماس میگیرند و قول میدهند در قبال دریافت 1 میلیارد تومان حکم اعدام مازیار را به حبس ابد تغییر دهند. خانواده او نتوانسته بودند این مبلغ را تهیه کنند. به نظر من هیچ بویی از هیچ خصلت انسانی اینا نبودند.
کارت سوخت منو حتی خالی کردن. وقتی من 26 ماه بازداشت بودم کارت سوختم بهش رحم نکردن. موبایل، تبلت اینا رو بردن. 50,000 دلار از پدر من حق حساب گرفتن که پدر من یه پیرمرد با مادرم یه پیرزن که ماها دنبال من میگردن که من کجام، 50,000 دلار از اینا میگیرن که بگن من کجام. اونا پولو از کجا آوردن؟ ماشین منو تو عراق فروختن. دستگاه های زیر مجموعه خودش از امروز سخنگوی دولت به ابهامات و تناقضات مطرح شده در گزارش بی بی سی در باره اعترافات مجید جمالی فشی اشاره ای نکرد. مجید جمالی صبح امروز اعدام شد. آقای جمالی فشی هم در همون برنامه مازیار ابراهیمی به ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته ای اعتراف کرد. طبق مهری که توی پاسپورتم بود من یه اسرائیلی بودم که این برنامه یک پاسپورت اسرائیلی را نشان داد و مدعی شد آقای جمالی فشی با آن برای آموزش به اسرائیل سفر کرده بود. تحقیقات من نشان داد که آن پاسپورت توسط برنامه سازان اعترافات جعل شده بود. مجید جمالی فشی 2 ماه قبل از دستگیری مازیار ابراهیمی اعدام شد. اکثر مقامات مذهبی و دولتی ایران درباره این اعترافات اجباری سکوت پیشه کردند. طریق سایت بسیاری میپرسند چرا افراد بیگناه تا حد مرگ شکنجه و وادار به اعتراف به ترور و جاسوسی برای اسرائیل شدند؟ آیا عاملان و آمران شکنجه و اعترافات ساختگی مجازات شدند؟ و مهمتر چه کسانی پشت ترور دانشمندان هسته‌ای بودند؟ ژیارگل، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع ایرج مصداقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم با ماست. آقای مصداقی کتابی هم نوشتند با نام متخصصان هسته‌ای، قربانیان سربازان گمنام امام زمان، و همچنین رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس که آقای علیجانی سابقه زندانی و بازجویی شدن توسط هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه رو دارن در دهه‌های 60، 70 و 80 شمسی. خوش آمدید به برنامه. آقای مصداقی با شما شروع بکنیم. اینکه آقای ربیعی تلاش میکنه در کل این پرونده رو در واقع مسئولیتش رو متوجه دولت قبلی بکنه، در حالی که بسیاری معتقدند که این یک رسوایی امنیتی اطلاعاتی برای کل حاکمیت ایرانه. بله، بایستی خدمتتون بگم که این زیر نظر ولی فقیه مسلمین جهان به اصطلاح آقای خامنه‌ای صورت گرفته. این دولت و اون دولت نداره مسئولیت مستقیما متوجه خامنه‌ای است و بیت رهبری است و دستگاه قضایی است، دستگاه اطلاعاتی و دستگاه امنیتی است. بایستی توجه کنیم که حتی در خرداد ماه سال 1392 آقای غلام حسین اژه‌ای که اون موقع سخنگوی قوه قضاییه بودن خبر از آغاز محاکمه این دانشمندان عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای دادن. ببینید همون موقع گفتن که این اقدامات بسیار خوبی وزارت اطلاعات انجام داده، برای 44 نفر پرونده تشکیل شده، محاکمه‌شون هم نوشتن که توضیح دادن که این داره صورت میگیره و به تو و در واقع اینا وکیل مدافع دارن. بعد تو 18 تیر ماه آقای عباس جعفری دولت آبادی، ایشون هم دادستان بودن، دادستان مرکز، و ایشون تاکید کردن که کار بسیار منظمی صورت گرفته، یه سال و نیم تحقیق کردیم، برای 20 تا کیفرخواست تهیه شده. ببینید کیفرخواست رو دستگاه قضایی تهیه کرده، دادستانی تهیه کرده، آقای رئیسی اون موقع مصدر کار بودن که امروز رئیس قوه قضایی هستن، همه اینها مسئولن. آقای صلواتی توی شعبه اینا میرفته، توی سلول اینا میرفته. مجید جمالی فشی رو به همین ترتیب اعدام کردن. امروز رئیسی فریاد مبارزه با فساد رو میزنه، در حالی که رئیسی بزرگترین فاسد شخصا هست، جنایتکار علیه بشریت هست، و این سیستم از بالا تا پایین در واقع در جنایت دست دارن. آقای ربیعی یکی از جنایتکاران وزارت اطلاعات هست، اطلاعات سپاه شخصا هست، از بنیانگذاران اطلاعات سپاه هست. ایشون مراکزی رو در غرب کشور، در شمال کشور ایجاد کردن که بعداً به سپاه قدس تبدیل شد. ایشون کسی هست که در اون کمیته 3 نفره آقای خاتمی بوده، در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای، و نزدیک به 100 قتل رو تبدیل کردن به 4 قتل. و باید توجه داشته باشیم که ایشون از روز اول خودش میدونست داستان چیه، و شما میدونید همین متهمانه در واقع قطعهای زنجیری که دستگیر کرده بودن، عوامل وزارت اطلاعات رو با شکنجه مجبور کردن بگن ما اسرائیلی هستیم، بهایی هستیم، اسرائیل رفتیم، پدر جدمون هم اسرائیلی. آقای علیجانی، این که آقای ربیعی میگه که از
این متهمان که بعدا مشخص شده بیگناه بودند دلجویی و عذرخواهی شده. چطور ممکنه عده‌ای رو 26 ماه در زندان نگه دارند، شکنجه بکنند، آنچنان تحت فشار قرار بدن که آنها حتی اتهام ترور و کار کردن برای دستگاه امنیتی اسرائیل رو بپذیرن و بعد فقط یک دلجویی و عذرخواهی؟ با سلام خدمت شما آقای مصداقی و بینندگان عزیز. ابتدا من واقعا باید تقدیر بکنم از این گزارش که آقای ژیارگول تهیه کرده و تشکر ویژه از شجاعتی که آقای مازیار ابراهیمی به خرج داده و مشتی از نمونه خربار موارد این چنینی رو به صحنه آورد و به افکار عمومی کشون و شاید از این طریق جان عده‌ای رو هم نجات داد. ببینید این که دلجویی شدن رو من واقعا نمیدونم، اصلا سخنان امروز آقای ربیعی که خودش سابقه امنیتی داره مصداق تنگ آمدن قافیه است. این که به هر حال اینها بازجوهای جای دیگه ای بودن آمدن، این که بعدشون اعتراف کردن که دلجویی شدن، شاید دلجویی منظورشون تهدید شدیدی است که این حدود 100 نفر شدن که جرأت نکنن حرف بزنن. من دلجویی رو اینجوری میفهمم. و این شجاعتی که آقای مازیار ابراهیمی به خرج داد توانست این رو به افکار عمومی بکشونه. آقای ربیعی میگه که اینها بازجوهای بودن، از جای دیگه آمده بودن، انگار مثلا اگر جای دیگه بودند اونها به این روش اعترافگیری دروغی و اجباری و تحت فشار و شلاق و ضرب و شد عادت داشتن، اون عادتشون آوردن تو این پرونده. 14 هست که زندانیان سیاسی از دهه 60 تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتن، فشارهای روحی روانی قرار گرفتن برای اینکه اینها رو به اعتراف بکشونن، به مصاحبه بکشونن بنا به دلایل مختلف. گاهی وقت حتی ویدیوهایی که از زندانیا میگرفتن برای پخش نبود، برای تحقیر شخصیتشون بود. گاهی وقت برای ترسوندن و ارعاب بقیه بود و گاهی وقت هم برای اینکه یه سناریو رو به افکار عمومی بفروشن، یعنی بگن که این سناریو سناریویی است که در این حوزه‌ای که ما داریم کار اطلاعاتی امنیتی می‌کنیم وجود داره. آقای علیجانی، به نظر میاد که بسیاری از عوامل وزارت اطلاعات نگران آبروی نظامند. حالا که کار به اینجا رسیده و میشه گفت به نوعی آبروی نظام در خطره، فکر میکنید ممکنه شاهد مجازات عاملان و آمران این پرونده باشیم، بلکه تلاش بکنن که آبروی نظام رو بازسازی بکنن؟ من احتمالش خیلی ناچیز میدونم، چون در این حوزه ها من فکر میکنم نظام بی آبروتر از اون حرف باشه. پرونده های بزرگی مثل اعدام های تابستان خونین 67 رو اینها میان با شجاعت تمام ازش دفاع میکنن. وزیر اطلاعات گفته بود که من میام مصاحبه میکنم، ولی هنوز بعد از مدتی که گذشته از این پرونده هنوز هیچ صدایی ازش در نیومده. فکر میکنم اجازه بدن این مشمول مرور زمان بشه، هرچند در رقابت های داخلیشون اینا رو علیه همدیگه این پرونده ها رو استفاده میکنن. اطلاعات سپاه علیه وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات علیه اطلاعات سپاه، که حالا میشه در ادامه بهش پرداخت. آقای مصداقی، تکلیف بازماندگان دانشمندانی که ترور شدند چه میشه؟ به هر حال نوعی به اونها دروغ گفته شده، اونها رو در تلویزیون آوردن، تشکر کردند از به گفته خودشون سربازان گمنام امام زمان، اما واقعیت اینه که اونطوری که اونها تصور میکردند انتقام عزیزانشون گرفته نشده. ببینید قبل از هر چیز من توضیح بدم که قبل از گزارش بی بی سی من 7 سال قبل راجع به این موضوع مطلب نوشتم، 10 تا مطلب نوشتم، کتاب نوشتم و همچنین 5 سال قبل دقیقاً در همین زمان خبر از آزادی متهمان دادم. متاسفانه اون موقع مورد عنایت قرار نگرفت و توجه نکردن و دستگاه امنیتی اطلاعاتی میدونست اون چی که من میگم درسته. اما این باید توجه کنیم که خانواده قربانیان در واقع امروز از 5 سال پیش به این ور که من صریحاً گفتم متهمان رو آزاد کردن، مسئول خونهای ریخته شده عزیزانشون هستن. سکوت اونهایی که تا روز قبلش می اومدن و تشکر می کردن، اونهایی که می اومدن و از سربازان گمنام امام زمان می گفتن، اونهایی که همراه با دستگاه دیپلماسی رژیم در کنفرانس غیر متعهدها در تهران شرکت کردن، این سناریو ادامه داشته. اینجوری نیست که بعد 5-6 ما فهمیدن اشتباه هستش، نه، تمام ارکان نظام از بالا تا پایین تو این دست داشته و اتفاقا خانواده این قربانیان در واقع به نوعی بازیگران صحنه شده بودن،
امروز میبایستی خود اونها بیان، میبایستی خونخواه عزیزانشون بشن که توسط دستگاه اطلاعاتی امنیتی به خاک و خون کشیده شدن و به همین دلیل اینها رو متوجه کسان دیگری کردن، اونها رو بیگناهان رو عبردن و امروز این خانواده ها سکوت کردن، به خصوص خانواده احمدی روشن که از نظر من مسئولیت تام و تمام داره در این مسائل. فریدون عباسی کسی که از این مهلکه جان به در برده بود، او و بعدها ریاست سازمان انرژی اتمی رو به عهده داشت، یعنی بهش هدیه کردن، ارتقاء مقام پیدا کرد، او از خون این ارتضاق کرد، از خون کسانی که کشته شدن، اینها مسئول هستند، اینا بایست بیان جواب بدن و بایستی خانواده ها خونخواه عزیزانشون بشن که متاسفانه تا این لحظه سکوت کردن. آقای علیجانی، چیزی که کماکان مبهمه برای بسیاری حقیقت این ترور هاست. اگر که واقعا دستگاه امنیتی اسرائیل این ترورها رو انجام داده، میشه گفتش که موفقیت بسیار بزرگی براش بوده، به جای اینکه وزارت اطلاعات به دنبال عاملان واقعی این ترور باشه، در حال پرونده سازی برای افراد بیگناه بوده. بله دقیقا همینطوره و اصلا نه، اصل این پرونده به خاطر شکست اطلاعاتی و ضربه اطلاعاتی است که نظام اطلاعاتی حکومت استبدادی ایران خورده و به تعبیر برخی مقامات ایران اسرائیل بیخ گوش حکومت رسیده. ما میبینیم مدارک مختلفی از کشور خارج میشه، افراد مختلفی از رده‌های بالای نظامی و امنیتی به ویژه جاسوس اسرائیل بودن. اینها علامت ضعفی است که این نهاد اطلاعاتی برای اینکه این ضعف رو بپوشونه، مثل خیلی از نهادهای اطلاعاتی در جهان آمده، عده‌ای رو قربانی کرده و بی اخلاق‌تر از اون همه این که به هر حال این فشار عظیم رو تعداد زیادی آورده، فردی اینجا اعدام شده که هنوز پرونده‌اش مشخص نیست. متاسفانه مشابه این پرونده‌ها ما زیاد داریم. این پرونده‌ها معمولاً موقعی تموم میشه که یا فشار بیرونی باشه که الان سخنان آقای ابراهیمی این رو کمک میکنه به سخت‌تر شدن تشکیل این نوع پرونده‌ها، یا اختلافات درونیه، یا عنصر سومش یا تاریخ مصرفش گذشته یا به طور نسبی به نتیجه رسیدن، در نتیجه این پرونده‌ها رو جمع میکنن. ولی اینجا در واقع چه خانواده قربانیان، چه کسانی که زیر بازجویی مجبور به اعتراف شدن، اگه اینها سکوت بکنن راه رو هموار میکنن برای قربانیان جدید و فکر میکنم این وظیفه اخلاقی ما مردم، ما قربانیان، ما زندانیان سیاسی، ما قربانیان این شیوه هست که اینها رو علنی بکنیم و راه اینها رو سخت بکنیم، وگرنه این حدیث همچنان میتواند تکرار بشه و ادامه پیدا کنه. آقای مصداقی، یک جنبه از پرونده اخاذی هایی بوده که از آقای مازیار ابراهیمی و از خانواده آقای ابراهیمی انجام شده. تصور این که کسی اطلاعاتی داشته باشه، مردم عادی نمیتونسته باشن، قاعدتا کسیه که نزدیک بوده به این پرونده، چرا مقام ها اقلا تلاش نمیکنن ببینن که این اخاذی ها توسط کی انجام شده؟ برای این اخاذی ها توسط خود اینها انجام شده، کمان که ترور ها توسط خود اینها انجام شده. من برخلاف نظر آقای علی خانی تاکید میکنم روی که منشأ داخلی داره، هر آنچه که در نظام اسلامی مسئولین و مسببینش پیدا نشن قطعا منشأ داخلی داره، کمان که قطع های زنجیره این منشأ داخلی داشت، اونها رو هم منتسب میکردن به موساد. خامنه ای گفت موساد این کار کرده، گفت CIA کرده، موساد و اسرائیل کردن و بعد دیدین که چجوری اونها رو متهم، اونها رو مجبور کردن بگن ما اسرائیل این کارا رو کرده. اسید پاشی رو شما دیدید و اتفاقا من تصورم اینه که دولت آقای روحانی سر این مسئله معامله کرد با خامنه ای، گفت من خاتمی نیستم، این قتل ها توسط اینجا صورت گرفته و این بیگناهان رو مردن و اونجا وارد با خامنه ای وارد معامله شد احتمالاً و سر برجام اختیاراتی گرفت که بتونه بره اونجا. اینا زد و بندهای درون نظام، همه نظام فقط در باج‌خواهی هست که اینها از همدیگه میکنن، وگرنه اینکه به نفع کسی بخوان وارد شن، به نفع مردم، به نفع قربانیان، مطلقا این گونه نیست. و من تصورم اینه، از روز اول گفتم این منشأ داخلی داره، هیچگاه اسرائیل وارد نمیاد تو خیابونای تهران بگرده با موتور دنبال سوژه که یه دونه بمب بذاره به ماشین کسی. اینو اولین بار سر رازینی کردن، دستگاه اطلاعاتی امنیتی کرد و بعد هم ادامه پیدا کرده، میتونستن بمب بذارن دم ماشین
طرف دم خونش از کنترل از راه دور بزنن. اینها بازی‌های دستگاه اطلاعاتی امنیتیه. در هفته بسیج کسی ترور نمی‌کنه. اسرائیل در هفته بسیج قدرت امنیتی بالاست، نمیاد وارد ترور بشه. من مطلقاً چنین روایتی رو قبول ندارم و دست دستگاه اطلاعاتی امنیتی در ترور دانشمندان هسته‌ای هست و می‌بایستی از بالا تا پایین جواب بده. متشکر از هر دوی شما آقایان، ایرج مصداقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و نویسنده کتاب متخصصان هسته‌ای قربانیان سربازان گمنام امام زمان، و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی با ما. متشکرم. به رغم سؤال بعضی از نمایندگان مجلس و قول محمود علوی وزیر اطلاعات برای پاسخگویی، هنوز جواب روشنی به این اعتراف‌های ساختگی داده نشده. ژیار گلین گزارش تحقیقی رو آماده کرده و اینجا در استودیو به ما پیوسته. ژیار، حرفای آقای ربیعی رو شنیدی، چقدر میشه دولت حسن روحانی رو مسئول دونست در رابطه با این پرونده؟ خب ببینید، اولا صحبت‌های آقای ربیعیشون تلاش کردن که یه مقدار موضوع رو کوچک جوه بدن. گفتن یک سری رو گرفتن، یه سری اعتراف کردن که درست بوده و یه سری هم اعتراف کردن که اشتباه بوده، کار کارشناسی نبوده، این نتیجه استفاده از افراد غیر کارشناس بوده و از این افراد عذرخواهی شده. اولا این صحت نداره، به دلیل اینکه تنها یک نفر از افرادی که حدود 107 نفر متهم شده بودن به ترور دانشمندان هسته‌ای، تنها یک نفر مجید جمالی فشی اعدام شده، گفته دولت اعدام شده، اما درباره ایشون هم ابهامات و تناقضات زیادی در اعترافاتش بوده. یک، از پاسپورتی استفاده کردن صدا سیما، برنامه‌ای که توسط وزارت اطلاعات تهیه شده بود پخش کرد و میگه در این از طریق این پاسپورت ایشون به اسرائیل رفته، آموزش دیده و برگشته. مسعود علی محمدی که از دانشمندان هسته‌ای رو ترور کرده، اون پاسپورت ما و برخی از گزارشگرهای دیگه هم دربارش تحقیق کردن، مشخص اصلا نمونه پاسپورت اسرائیلی در ویکی‌پدیا سایت اطلاعاتیه، یعنی یک اطلاعات میده به مردم، و اون فتوشاپ شده و جعل شده بود توسط برنامه سازان. و از طرف دیگه ما این افراد رو داریم، 107 نفر که همه اونها آزاد شدن، با خیلی از اونها فقط مازیار جرأت داشت صحبت کنه، با خیلی از اونها که برخ اکثرشون داخل ایرانه و اکثر اونها هم در برنامه تلویزیونی نبودن صحبت کردم، همگی آزاد شدن و نتیجه اینه که این افراد واقعا بیگناه بودن. و اگر مجید جمالی فشی هم مثل مازیار ابراهیمی و افراد دیگه بیگناه بوده باشه، ممکن بود اگه ایشون زودتر اعدام نشده بود، ممکن بود ایشون میتونست احتمالاً آزاد بشه، چون که شک و شبهه درباره بیگناهی اونم، او هم بسیار تناقضات زیاده و ممکنه یک شخص بیگناه اعدام شده باشه، چرا که مجید جمالی فشی 2 ماه قبل از اینکه مازیار و افرادی که متهم شدن به ترور دانشمندان هسته‌ای اعدام شده بود. و اگه نگاه کنی به صحبت‌های، سوالات زیادی مطرح شده تا اینکه چیزی رو جواب بده. آیا این افرادی که عاملان و آمران این اعترافات، آیا اینا مجازات شدن؟ آیا پس اگر این افراد دانشمندان هسته‌ای رو ترور کردن، پس چه کسی پشت این ترورها بوده؟ یک بخشی از مصاحبه مازیار رو با هم ببینید، بعد در خدمتم. شما منو گرفتید آوردید اینجا، این همه بلا سرم آوردید، تازه یه جوری هم دارید به میخندید. گفتم شما کی هستی؟ گفت من معینم معاون وزیر اطلاعات. یا آقای ریشوی بود، ریشای جوگندمی، عینک خیلی زخیمی داشت، کوچلواری، با یه گروه کوچلواری دیگه، قیافه خیلی دولتی. همین آقا هم گفتش که نمیتونیم آزاد کنیم به خاطر حفظ آبروی نظام. موقعی که ما رو گرفتن اواخر دولت آقای احمدی نژاد، دوران احمدی نژاد، شما دستگیر شدید و این ادامه داشت تا چه سالی شما آزاد شدید؟ 93، بعد از 26. ژیار، در بخش‌های از صحبت‌های آقای مازیار ابراهیمی به اخاذی‌های اشاره شده که در دوران بازداشت او از خانواده‌اش انجام شده، درباره اون یه ذره بیشتر توضیح بدید. رانا، بذار به این بخش صحبت‌های ایشون اشاره کرده. در زمان محمود، در دولت محمود احمدی‌نژاد دستگیر میشن، شکنجه میشن، اعترافات اونها پخش میشن. اما از سال 1392 آقای روحانی رئیس جمهور ایران میشه و در اینا در سال 1393 آزاد میشن، با وصف اینکه محرز شده بود برای مقامات در حداقل یک سال از دوران زندان و اینها، در دوران دولت آقای روحانی که اینا بیگناه بودن، باز هم اینا رو در زندان نگه داشتن.
به خاطر حفظ آبروی نظام، چیزی که مازیار میگه. درباره اخاذیایی که این افراد شده، برخی از افرادی که خودشون رو وابسته به دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات معرفی کردن، به طور غیر مستقیم از طریق اقوام این اعتراف کننده ها با خانواده‌هاشون تصمیم میگیرن، تماس میگیرن، مثلا میگن اگه شما یه پولی بدید، مثلا خانواده مازیار گفتن اگه 1 میلیارد تومان بدیم ما میتونیم حکم اعدام مازیار رو از اعدام به حبس ابد تغییر بدیم. یا به برخی خانواده دیگه گفتن اطلاعاتی براتون میاریم اگه پولی بدی. خب اکثر این خانواده ها نتونستن اینجور پول ها رو تهیه بکنن، اما مازیار ظاهرا به خاطر اینکه وضعیت مالی و شرکت بسیار خوبی داشته و خودش امکاناتی داشته، از طرقای خیلی غیر مستقیم از خانواده‌اش پولهایی رو گرفتن و مازیار مدارک دادگاه رو به من نشان داد که قاضی شهریاری خواسته بود که این پولها رو برگردونه و قاضی شهریاری هم بهشون گفته بود چون که شما مدرکی ندارید و اسم اشخاص رو نمیدونید ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. یک بخشی از صحبت‌های مازیار که در همین ارتباطه با هم بشنویم ببینیم. ببینید آدمایی که مال تو میبرن، کارت سوخت منو حتی خالی کردن. وقتی من 26 ماه بازداشت بودم کارت سوختم رو بهش رحم نکردن، دلارای تو کیفم رو بردن. به موبایلت چیز خوبی بود، اپل بود اون موقع، خب سال 91 و اینا اونقدر اپل باب نبود تو ایران، هر کسی نداشت. موبایل، تبلت اینا رو بردن. 50,000 دلار از پدر من حق حساب گرفتن که پدر من یه پیرمرد با مادرم یه پیرزن که ماها دنبال من میگردن که من کجام، 50,000 دلار از اینا میگیرن که بگن من کجام. اونا پولو از کجا آوردن؟ ماشین منو تو عراق فروختن. متشکرم از ژیار گل در استودیو. مطمئنم به هر حال ابهامات و سوال‌های زیادی در این پرونده وجود داره و بیشتر و بیشتر راجبش خواهیم شنید. ممنونم ژیار گل در استودیو با ما. انفجارهای پی در پی در ننگرهار ولایت شرقی افغانستان، دست کم 72